حباب نمایش مبارزه با فساد خیلی زودتر از اونچه که رژیم فکر میکرد ترکید و ترکش های اون پرده از گوش و کنار فساد اصلی در نظام که همون ساختار فاسد و فسادزای نظام ولایت فقیه برداشت. خامنه ای با جلو انداختن رئیسی دشقیم قتل عام های 67 میخواست با یک تیر چند نشون بزنه. هم با قربانی کردن چند مهره دست چندم خودش و نظامش رو از فساد در ببره، هم دشقیم رئیسی رو سفید سازی کنه. ولی خیلی زود این آرزوها برباد رفت. گزارشی رو در این زمینه با هم ببینیم. آخون رئیسی نمایش مبارزه با فساد را با دودودم‌های غلیظ و شدید آغاز کرد. ولی از آنجا که از همان ابتدا شایبه باندی بودن و نمایشی بودن این شوی آخوندی بارز بود، باندهای رقیب را که نگران هستند مبادا برای سفیدسازی خامنه‌ای و سردشخیم قضاییش رئیسی قربانی شوند به واکنش و فاشگویی کشاند. در این فاشگویی ها پای خود ولی فقیه و مهره های دانه درشتش را هم به میان کشیدند. روزنامه حکومتی همدلی در روز دهم شهریور به حرف روحانی که در اعتراض به دستگیری برادر و برخی از مهره های باندش گفته بود فساد با بگیر و ببند حل نمی شود اشاره کرده و ضمن اینکه نظام دیکتاتوری ولایت فقیه را اندکسالاری می نامید، گذر از اندکسالاری را راه کار بنیادین مبارزه با فساد دانست و به این وسیله خیز این باند برای گرفتن سهم بیشتر از قدرت و ثروت را به نمایش گذاشت. این روزنامه در ادامه تمامی بحران فقر موجود را بر سر باند رقیب سرشکن کرده و نوشت ریشه فقر ملت‌ها و فساد سیاسی و ناشی از حاکمیت اندکسالاری است. این روزنامه در ادامه به ساختار فاسد نظام حکومتی اذعان کرده و در مورد بی‌ثمری نمایش مبارزه با فساد نوشت در شیوه قوه قضاییه که برای مبارزه با فساد پیش گرفته است، سازوکار توزیع ارز با نرخ ترجیحی، یارانه پنهان، رانت اطلاعاتی، فقدان قانون مدیریت تعارض منافع، فقدان شفافیت و انتشار آزادانه اطلاعات، بهره برداری از رانت‌های انتصاب به نهادهای قدرت، انواع سهمیه‌ها، امضاهای طلایی، خریدهای تضمینی، تحریم‌ها و عوارض ناشی از آنها و ده‌ها سازوکار دیگر هنوز برقرارند و بگیر و ببند متهمان این سازوکارها را مختل نمی‌کند. سایت دولتی ایرنا هم در روز دهم شهریور به نقل از یک کارشناس همسو با باند روحانی به نام محمد فاضلی، باند رقیب را مسبب ساختار فساد معرفی کرد و نوشت دستگاه قضایی و حاکمیت به گفتگو درباره فسادها تن نمی‌دهد تا ابعاد آنها، سازوکار بروزشان، خلأهای قانونی ممکن کننده بروز فساد، ماهیت شبکه‌ای، سیستماتیک یا فردی بودن فسادها، قدرت‌های بوروکراتیک، تکنوکراتیک و سیاسی درگیر در فسادها و در ساموخته‌های آنها برای ممانعت از تکرار فساد آشکار شود. روزنامه حکومتی همدلی در روز دهم شهریور برای نقش قضایی آخوندی در سرپوش گذاشتن بر فساد آخوندیزدی و آخوند آملی لاریجانی انگشت گذاشت و با اشاره به اینکه این دو مقام ارشد در باند اصولگرایان فساد یکدیگر را در دعوای باندی برملا کرده بودند نوشت جریان اقتدارگرا و تمامیت‌خواه صلاح را در آن دانسته است تا دو آیت الله دیگر به هم خورده نگیرند و سپس افسود مسئله زمانی حل خواهد شد که ادعای مطروحه در سخنرانی یزدی و نیز دفاع و ادعای آملی لاریجانی از سوی دستگاه قضا به صورت کاملا کارشناسی و با کمک نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بررسی و موشکافی شود و در این میان هر کسی که مفسده ای را انجام داده است پاسخگوی اعمال خود باشد. این روزنامه بر نقش باند خامنه ای در هماوردن پرونده فساد دورست سابق و اسبق قضایی آخوندی تاکید کرده و در ادامه نوشته است کسانی که به نوعی نامشان یا جریان فکری مطبوعشان در این مجادله زیر سوال رفته سردمدار دعوت به سکوت بودند تا بیش از آنچه رخ داد آبروریزی نشود. البته شکی نیست که این داعیان سکوت نگران آبروی خود هستند تا بیش از این در تیررس قضاوت مردم و نهادهای قضایی قرار نگیرند که اگر جور دیگری شود پرده ها برافتد و سبوها بشکند. جالب است که در سمت باند ولی فقیه ارتجا هم کسانی به سطحی و نمایشی بودن مبارزه با فساد اذعان کردند. پا
پاسدار زاکانی عضو سابق مجلس ارتجاء در بیانی ضد و نقیض ضمن اینکه می‌خواست نظام را از فساد سیستماتیک در ببرد گفت امکان ندارد فساد در نظام جمهوری اسلامی سیستمی شود. گفت اگر کسی می‌خواهد در کشور با فساد برخورد کند باید از دانه درشت‌ترین‌ها آغاز کند. این در حالی است که مردم ایران می‌دانند دانه درشت‌ترین مهره فساد در ایران شخص ولی فقیه و دارایی‌های نجومی زیر دستش است که به کسی پاسخ دخل و خرج آنها را نمی‌دهد و مالیات هم بر آنها تعلق نمی‌گیرد. احمد توکلی مهره دیگر باند خامنه‌ای در یک کلیگویی گفت مارمولک‌های فساد اژدها شدند، اما فقط به مارمولک‌های مجلس ارتجاء اشاره کرد و گفت در حال حاضر فساد مالی و فساد در سپردن مناسب وجود دارد. وقتی نماینده مجلس اجازه نمی‌دهد که میزان حقوقش منتشر شود و در اذهان عمومی شفاف سازی شود، چگونه باید به نمایندگان مجلس اعتماد کرد؟ این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره به بنگاه‌های زیر مجموعه بیت ولی فقیه و سپاه پاسداران اشاره‌ای نکرد. اما در باند رقیب محمد هاشمی عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت گفت ساختار در کشور ما به گونه ای است که در مواردی رانت وجود دارد و سرمنشأ فساد همین رانت هاست. به افزود کسانی که به برخی اطلاعات محرمانه واقف هستند با استفاده از آنها اقدام به سودجویی در عرصه اقتصاد می کنند و این فساد به مرور گسترده می شود تا حدی که شاهدیم برخورد با برخی مفسدان هزینه های سنگینی برای کشور در پی دارد. وی با بیان اینکه تا ساختارها تغییر نکند و اراده جدی برای ریشه‌کن کردن فساد به وجود نیاید نمیتوان امید جدی به ثمر بخش بودن مقابله با مفسدین کرد گفت زمانی که درخت فاسد شد نیاز است تا از ریشه آن را کند و بریدن شاخه ها تأثیری در اصلاح درخت ندارد. مردم در مقابل این مجادلات نمایشی در شبکه های اجتماعی نوشتند مگر چاقو دسته خودش را میبرد. این بیان ساده در واقع صدور حکم ضرورت جارو شدن این نظام پلید از صحنه میهن ویران شده است.